تنظیم میکنیم. پنجشیر تو ایران که در رئیسی حالی چسبیدی به جان ما. دندانت به جان ما نمیخلد. دندانت بشکنم. اینجا فیصد از او محتوایی را که تو توقع داری نداره، ولی تو چرا میخوایی چیزی را که با دست آوردی با دستای خودت تو ایران بکنی؟ ما از نگاه فیزیکی در بغل گوش ارگ هستیم، از نگاه معنوی و سیاسی در تاریخ افغانستان بار اول است که نشان میتیم که تقلب اگه میتونه پیروز هم شد و پیروزی کامل نمیتونه داشته باشه، من اینجا هستم که نظارت کنم و حق خدا بگیرم. 20 تا 30 سال اگر جناب رئیس جمهور علیه ما در پس شدن ما تلاش کرده باشه، 70 تا 80 سال دیگه دکتر عبدالله کرده. سفر رفتن به قندار برای کمپاین خود، در هر یک مجلس محرم میشینه میگه که این اینا چالش از برای ما باید رسول را پاس کنیم، یا رسول را پاس بکنیم، یا رسول را پاس بکنیم. کیس فایلر است، این مخرب است، این جز برنامه های ماست، این را پاس بکنیم. دنیم بادارانشون این بخصن. باز تکرار میکنم که 30% اگر 20 تا 30% اگر رئیس جمهور الان شده باشه به برطرفی ما، چون واقعا مسلمان را زیاد گفا زده میشه به خاطر شما ملت، به خاطر بی‌نظمی و مشکلات که در این نظام وجود داشته. 70 تا 80% دکتر عبدالله مار آسین علیه مدنش تخریب کرده و مشکل خلق کرده. و در ساختار دولتی هم میبینن که هم صلابت داریم هم جایگاه داریم. من انتقاد علی از این ساختاره، من انتقاد علی از این دستاورده یک انتقاد بیشتر احساساتی میبینم، نه بسیار عمیق. اگر من مامور میبودم، ماشخور میبودم، وزیر میبودم، میامدم از این مسئله برای شما بیان میکردم، میگفتم که خب تطمیع شده، این ماموریتش است که باید همی تبلیغ به ما بکنه. من خیر عامه میبینم، من خیر عامه میبینم. میایم سر مسئله که در مزار اتفاق افتاده. در ارتباط با جناب استاد صاحب عطا محمد نور، برادر بزرگ و ارشد ما، مجاهد پر افتخار سنگر، یار و یاور قهرمان ملی، در این که او یک شخصیت بزرگ کوه پیکر تاریخ معاصر ماست، ما هیچ جای شک در او نمی بینه. اما بیاین اگر که اونا قدر بزرگ هستن که هستن، اگر اونا قدر تاریخ عمیق دارن که دارن، ما چرا اینقدر نگران هستیم که در نبود یک ماموریت دولتی هیچ میشه؟ چرا این نگرانی را داریم؟ چرا ما وضع تا یک سال دیگه به اندازه از نگاه سیاسی شیپ و شکل نمیتیم که بیاین در پای ما خم شوند که بیاین ولایت برتان میتیم؟ از کی ترسیدیم ما شما؟ از کی؟ اگر حاکم ها بیریش هستن، یک کتله کوچک هستن، باد آورده هستن، خس روی دریا هستن، ما که دعوای از ایره داریم که هندو کش در اختیار ماست و هر بار از این قله ها پایان بهم همه زوب میشه، پس از این چند تا خس و خاشاک چرا که گله داره؟ دندانایی که سر ما ای تیز کرده دندانایش با کمک خودم میکشیم. تشکر. خب بالاخره یک کاندید جمعیت است. جمعیت حق داره که کاندیدش تغییر بده. جمعیت حق داره، چون این یک توافقی است، انتخابی نیست که رئیس جمهور شده باشد با حزبش بگه یاله بگذاریم که چون مسئله انتخابات است و قانون اساسی توضیح کرده و روشن ساخته که کسی که برنده میشه ملیت رئیس جمهور تا با جرم خیانت ملی مرتکب نشه یا مرض مزمن، اینا 5 سال خود باید بگذارن، 4 سال یا 5 سال خود بگذارن.
اما ریاست اجرایی خیلی سه توافقی خیلی قانونی است. جمعیت حق داره که پست خود ایواز بکنه یا حق داره که برای بفهمه که اینی کار را بکن اینی کار را نکن. سر ما مسئله ولایت کالی داغ است. کالا وزارت خواستن و کالا سفارت خواستن، کالی خواستن، علاقی خواستن. ما دارتان میگم که با وجودی که ما صلاحیت برای رهبری جمعیت داریم، در راست محترم سرویان خان ربانی فرزند ارشد رهبری و بخش اعضای رهبری، هر صلاحیتی، هر تصمیمی که میگیرن، فیصله که میگیرن صلاحیت دارن و برای ما مرایل اجراسون بیت شرعی دارن. تا امروز از جمعیت ما فراخ نمانیم، اطاعتش برای ما واجب است. اونا هر فیصله که میکنن، من نگه که برای سر مزار میبرایم، اگر برو خانید بشی میشنم. اجازه بتین، اجازه بتین، شما که نمیبین خیره باگی میگم، باگی مثال میگم، دفتن من رو پس نمیکنم اونا. مثال میگم که چون اطاعت شرعی دارم، اگر من رو بگم که همی لحظه ایلو که اعلام میکنم، من رو بگم که محکم گود چنان کوی هندوکش، کوی مالکه و البرز، کوی همی سیفودین ولی با تو محکم گونم که پای هیچ کدامی ماش هاشو نخورم و هیچ کس سرش ما بدنم. چون ما یک طرف توافق هستیم، جمعیت صلاحیت داره که کادر خود پس کنه پیش بکنه، جمعیت صلاحیت داره که کادر خود پیش میاد کنه، از نظر اصول رئیس جمهور باز ارضا بکنه. اگر این نشد باز رضو باز ما میریم برای در سطح مشروع و مشروعیت و گفا باز گفای خودم میزنیم، ولی گفا باشه که برای دیگه نبود.